آقا لطفا یه گل بخر. آقا لطفاً بلیط برای فیلم آرکادش بدین لطفا. ولی فیلم شروع شده خانم. اشکالی نداره. بلیطتون لطفا. بفرمایید. ممنون. صندلیتون کنار این آقاست. سلام احمد. اومدم بگم پلین نمیاد. این فیلم تموم شد. هرگز خیال بافی نکن. هرگز. اگه یه بار دیگه دور بر اون ببینمت قسم میخورم که میکشمت. فهمیدی؟ بیا تو. با من کاری داشتی؟ بله، لطفا بشینین. دوست دارم شما رو تهدید کنم، ولی هرچی در موردتون تحقیق کردم چیزی نتونستم پیدا کنم. یعنی پاک پاکین، مثل یه راهبه. خیلی عصبی شدم. به همین دلیلم پیشنهادیو که میخوام بهتون بدم و قبول نمیکنین. خب منم جز تهدید کردن شما راه دیگه سراغ ندارم. آقای نوری، اگه بعد از چند لحظه کاری که ازتون خواستم و انجام ندادین، مسئولیت بلاهایی که قرار سرتون بیاد به عهده من نیست. داری منو تهدید میکنی؟ چند لحظه پیش گفتم آقای نوری،
چاره دیگه ای ندارم، چون من قصد بازی ندارم. آقا نوری، حالتون خوبه؟ خوبم. ولی خوب به نظر نمیاد چیزی شده. نه. خوش اومدین. سلام، شبتون بخیر. سونه من فکر کردم بریم بیرون و یکم بگردیم. چیزی شده؟ نه نشده. قرار چیزی بشه؟ نه بابا، فقط همینطوری خواستم با آیلین بریم بیرون و یکم قدم بزنیم، همین. ببخشین ولی من شما رو وقتی چیزی شده یا قرار چیزی بشه میبینم، واسه همین تعجب کردم. مامان اجازه میدی با سونر برم ها؟ دخترم مگه صبح همدیگه رو ندیدین؟ ولی مامان اون صبح بود. چی بگم آخه ای بابا؟ مامان تو رو خدا مگه چی میشه؟ لطفاً مامان. باشه برو. مرسی، بهترین مامان دنیایی. لطفا فقط دیر نکنین. حتما، بله قربان. زود باش بریم، خدافظ. اینا دیوانه وار عاشق همن. عاقد الان دیگه پیداش میشه. آقا حقی هم داره میاد، میخواد شوهرت بشه. چی میشه یکم لبخند بزنی؟ ها عزیزم، نذار تو رو اینجوری ببینه. نه حال دخترم، اگه آقا حقی نبود من ورشکست میشدم، هممون بدبخت میشدیم. همه قرضامو داد، حتی بهم پول داد. ولی در مقابلش سند امضا کردی، چون میدونست من هیچ وقت راضی نمیشم و تو ازش حساب میبری. اون تو رو پسندیده، تا گفتی نمیخوام مثل دیوونه ها شد. اون وقت چند نفر رو گذاشت تعقیبم کنن. بعد از ازدواجتون قراره همه سندها رو پاره کنه. اون مرد پولداریه، دیگه سختی نمی کشی. بس کنین، دیگه دارم ازدواج میکنم، دیگه چی از جونم میخوای؟ ولی آخه اخمات خیلی تو همه. چی کار کنم؟ میخوای پاشم برقصم؟ دارین منو به یه مرد همسن بابام میدین. خب چیزی لازم نداری؟ حاضری؟ تو چند لحظه دیگه حاضر میشه. عاقد الان دیگه میرسه، من چند لحظه دیگه میام دنبال نهال خانم. باشه. Thank you.
شما چرا جمع شدین اینجا؟ اینجا اتاق عروس خانومه. بریم بیرون. بریم بیرون دیگه. چش قربان. شما این گوسفندا رو ببخشین. از کجا باید یاد می‌گرفتن؟ ندید بدیدن دیگه، ببخشین. مرسی دخترم. دخترم حلالم کن. گوشین برین بیرون. برین از اینجا بیرون. تو کی هستی؟ من متحد. نه حال خونه نیست، رفته بیده بیده. متا چی شده؟ شما ادامه بدی، من الان میام. شدی اینجا چی کار داری؟ زود باش از اینجا برو. تو داری ازدواج میکنی؟ خواهش میکنم از اینجا برو، میبیننت بد نیشه. کی ببینه ها؟ وایسا، وایسا. یه چیزی میخواستم بهت بگم وایسا. میرم، ولی تو چرا به من چیزی نگفتی؟ نمیتونستم بگم، برو دیگه. چی؟ چرا نمیتونستی بگی ها؟ اون مرد واسه چی پشت در وایسادن؟ کدوم مرد رو میگی؟ همونایی که تعقیبت میکردن، همونایی که منو زدن، همونایی که اومده بودن کلوپ شبونه. تو داری ازدواج میکنی، ولی چرا اصلا خوشحال نیستی؟ من نمیخوام ازدواج کنم. اونا به زور میخوان ازدواج کنی؟ پس از اول نیتشون این بود؟ نه حال، مجبورت کردن. آره مجبورم کردن. با من بیا. کجا؟ یه جای دور که نتونن پیدات کنن. نه حال، تو نباید اینجا بمونی. نمیتونم گرگتو ببینم و بیخیال باشم. بیا بریم، بیا با من بریم. بجم دیگه، بیا. میخوای تا آخر عمرت با کسی که دوستش نداری زندگی کنی؟ میخوای بدبخشی نه حال؟
اگه با تو بیام همه چی فرق میکنه. حداقل یه امیدی پیدا میکنی. انتخاب کن. هر چه زودتر بریم. زود باش. نهال آقد اومده عزیزم، اگه حاضری بریم جونم. نهال بجنب. نهال نهال بجنب، برو تو ماشین. نهال دیوانه اشغال بی وجود بی مصرف باره دنبال سیلم. ممنونم، خیلی بهم خوش گذشت. به من هم. شبت بخیر. شب تو هم بخیر. حالا باید چی کار کنیم؟ یه راهی پیدا میکنیم. به عثمان سر زدی؟ خوابیده. خوابیده. ای خدا. همان از دست تو. الان برمیگردم. حتما مته اومده. چی شده؟ بیا اینجا آیلین، میشه یه دست از لباساتو برام بیاری؟ دیوونه شدی؟ لباس منو میخوای چیکار؟ تو خدا هیچی نپرس آیلین، تا مامان اینا نفهمیدن برو لباسو بیار. باشه پسرم، چرا دمه در وایستادیم؟ بیاین تو دیگه. مامان جان باید برم. کجا؟ کار دارم. پس چرا اومدی؟ قراره یه چیزی بردارم و برم. خونه سرد شد، بیاین تو درو ببندی. باشه مامان بزرگ. آیلین برو. مامان چشمت روشن، تو ماشین یه دونه عروس نشسته. چی؟ آه.
مته اینو ازم خواست. زود اون درو ببند بیا تو، زود باش. تو ماشینت یه عروس نشسته. همین الان بگو اون دختر چیه؟ ببینم پسر، تو رفتی زنگ گرفتی؟ نه مامان بزرگ. میگم اون عروس کیه؟ اونو به زور میخواستن شوهر بدن، منم فراریش دادم. فراریش دادی؟ تو یه دختر رو فراری دادی؟ تو فراریش دادی؟ چی کار کردی؟ آخه با چه جرأت آروم باشین، براتون میگم. اول آروم باشین مامان. عروسی که تو ماشینه نهاله، امروز قرار بود ازدواج کنه ولی اون نمیخواست. مادر و پدرش و اون داماده مجبورش کردن، منم از عروسی فراریش دادم. پسرم، تو دختری که قرار بود عروسی کنه رو فراریش دادی، برداشتی آوردی اینجا؟ خدای خودت کمکم کن، دارم دیوونه میشم. عروسو از عروسی فراری داده. ولی مامان نهال نمیخواست. اگه نمیخواست پس تو الان چی کار میکرده ها؟ الان خانم عاقل شده، خب به عاقل میگفت نمیخوام باهاش ازدواج کنم. مامان، اونی که میخواست با نهال ازدواج کنه سردسته همونایی که منو زدن. پس الان معلوم شد چرا باها درگیر شدن. الان باید چیکار کنیم؟ اگه تعقیبت کنن و تا اینجا بیان، اون وقت میخوای چیکار کنی؟ مامان نگران نباش، اینجا نمیارمش، فقط اومدم از آیلین لباس بگیرم. تو هم بده اینو دیگه، همه چیو خراب کردی. کجا میخواین برین؟ نمیدونم، یه جا پیدا میکنم. ببین مته، دختره رو برش میگردونی، اونم باید بره همه چیزو توضیح بده. اصلا به تو چه ربطی داره؟ به تو چه؟ نمیشه مامان، اونا حرف حساب سرشون نمیشه. جمیله میگم که برن تو کارگاه، اونجا نمیتونن پیداشون مامان. کنن. امشب اونجا بمونن، فردا یه فکری میکنی. ولی مامان وضعیت کارگاه به هم ریخته است. مگه تو کلیدشو نداری؟ چرا، یه کلید دارم، شاید کارگرا عوضش کرده باشن، خبر ندارم. باید یه کاری بکنین، شانس دیگه ای ندارین که. کلافه شدم خدایا، آخه من چی کار کنم؟ باشه بذار آمادشم با هم بریم. به این دختره یه پالتویی، لباسی، جورابی، چیزی بده. اینجوری که نمیشه. خدایا نشد یه روز آرامش داشته باشم. یه روز، یه ساعت، نه یه دقیقه، فقط یه دقیقه، یه دقیقه هم نشد. مراقب باشین، تاریک نیفتین یه وقت. کی بود؟ آه نه، خاموشش کن روشن. نه باشه جمیل، خاموش کردم. چی شده مته؟ ما رو میبینن. کی قراره بیاد اینجا؟ چه خبره جمیله؟ این دختره که مثل این کیه؟ نشناختیش؟ آره شناختم، همون دختره نیست که وقتی مهتر رو زده بودم به تو زنگ زده بود؟ با این لباس عروس اینجا چی کار داری؟ مراسم عزاداریه. جمیله تو چی داری میگی؟ اینا اینجا چی کار میکنن؟ پسرت دختره رو از مراسم عروسیش فراری داده. دختره رو فراری دادی؟ پسرم اگه ببینم تو دیوونه شدی؟ مگه همچین چیزی ممکنه؟ اینجوری تو ما رو تو دردسر میندازی؟ این دختر همین الان باید برگرده همون جایی که بوده. نه فهمیدی؟ نفهمیدم بابا. پسرم تو نمیتونی خوب فکر کنی مته، باید با پلیس و دادگاه درگیر بشی. مگه سر کوه دستگیرت میکنن، اذیتت میکنن؟ مته خوب فکر کن. یواش ببین، اصلا همچین چیزی ممکنه؟ یواش در بابا.
ببین دخترم، یه اشتباهی، یه خطایی از مت سر زده. تو همه چیو نادیده بگیر و زود از اینجا برو. برگرد به همون جایی که بودی. اینطوری نمیشه. زود باش مت. جمیله زود باشین. مت، بابات حق داره. بهتره من از اینجا برم. نمیخوام شما رو تو درد سر بندازم. خیلی خوب، یه دقیقه صبر کن، عجله نکن. نه، حالا من آوردمش اینجا، اجازم نمیدم تنهایی از اینجا بره. اگه میخوای بره منم باهاش از اینجا میرم. ببین مته پسرم، تو نمیتونی بفهمی. علی بذار امشب با همینجا بمونن، فردا میشینیم یه فکری به حالشون میکنیم، یه کاری میکنیم. آخه دوتاشون تنهایی اینجا. میتونم نه حالا اینجا تنها بذارم. باشه باشه، همینجا بمونین. بده کلید ماشینتو بده من. اگه بیان اینجا ماشینتو ببینن میفهمن کجایی. آخه پسرم چی بگم به تو؟ تو از دست تو. این پسر دیوونه است. دیوونه از منم دیوونه تره. فکر میکردم من دیوونم. از عروسی دختر میدوسته، الان داماد دیوونه شده. اگه گیرشون بیفته پوستشونو میکنه. توبه توبه. حالا بذار فردا بشه، بالاخره یه کاریش میکنیم. میریم با پدر و مادر دختر حرف میزنیم، بالاخره باید چاره‌ای پیدا کنیم. بذار یه جا پیدا کنم لباستو عوض کنی. اونجا خوبه. اینا رو هم میذارم اینجا. خوب شد، منم اون برا نگاه میکنم. لباسا رو پوشیدم، میتونی برگردی. یکم هوا سرده. خیلی خوب، بیا بشین اینجا. بذار اینم بهت بدم. ولی خودت سردت میشه. نه من سردم نمیشه، نترس. خوبه؟ یکم گرمت شد؟ آره ممنونم. تو رو تو درد سر انداختم. من همیشه درد سر دارم، عادت کردم. تو خودتو ناراحت نکن. اون
اون مرده که میخواست با تو ازدواج کنه همسن بابات بود. بابام قبلا پیش اون کار میکرد، بعد کارش خیلی خوب پیش نرفت، اونم پول داد تا قرضشو بده. مامانم هم راضی کرد که اگه تو نبودی میخواستم. میخواستی چی کار کنی؟ من تو زندگیم هیچ امیدی نداشتم، فقط به خاطر اینکه پدر و مادرم ناراحت نباشن قبول کردم ازدواج کنم. پس خوشحالی تو چی؟ من تا امروز معنی شادی رو نمیدونستم تا وقتی که تو رو شناختم. خوشحالی رو تو به من یاد دادی. من؟ یالا پسر سری در برو، سری در. چش قربان، ولی جاده تاریکه. ماشینشون هاش دیدمش. مطمئنم این ماشین همون پسرای مطرب متا است. بله قربان خودشه. اما گیرشون انداختی. گاز بده. گاز بده. جمیله، پشت سرمون یه ماشین داره با سرعت نزدیک میشه. چی؟ ای کسافت. جمیله علی چی شد؟ چی شد؟ علی چی کار کنی؟ میبینی پسر دیوونه رو؟ دیدی چه درد سری درست کرد؟ کاری بکن. سرتو بیا پایین، پایین. باید چراغا رو خاموش کنم. یه بار به حرف من گوش نکردی. چجوری میخوای جاده رو بریم؟ باید چی کار کنم؟ راه دیگه مونده؟ علی یواشتر. دیگه رفتن، یه خورده یواشتر. نمیبینم، هیچی نمیبینم. علی مراقب باش. انگار رفتن، نجات پیدا کردیم. یه چند لحظه صبر کنیم بعد میریم. کجا رفت اون ماشین حساب مرده؟ کجا رفت؟ کجا رفت؟ سوب سر بنانین کجا رفت؟ داره از سرت خون میاد. دستمال داری؟ آره فکر کنم. کاش ضد عفونیش میکردیم. هیچی نمیشه، فشار بدی بند میاد.
فکر نکن چون تاریک نمیبینم داری نگام میکنی. نگات میکنم اگه چی؟ بیا خودت بکن. چند لحظه پیش میدونی یاد چی افتاده؟ نمیدونم، امیدوارم چیز خوبی باشه. تازه عروسی کرده بودیم، دو هفته ای میشد، یادت پام سر خورد و افتادم سرم خورد به یخچال، بعدش از سرم خون میومد، اون موقع هم زخممو همینجوری تمیز کردی. یادت میاد؟ نه یادم نیست. بگذاریم، مهم نیست. اون موقع، یعنی اون روز به خودم گفتم با زیباترین زن دنیا ازدواج کردم. من که ازت نشنیدم. آخه تو دلم گفته بودم. اما بعدن تا کارولین رو دیدی فهمیدی اشتباه کردی. آره، دیگه بریم. فردا صبح زود میام جلو کارگاه، اونجا منتظرم باش، بعد با هم دیگه میشینیم یه فکری به حال متی میکنیم ببینیم چیکار کنیم. باشه؟ باش. خیلی خوب. جمیله، ببینم تو راست میگی که اگه آقا سامی و آقا خلیل اینا باهات موافقت نکنن از شرکت میذاری میری؟ یعنی واقعا میخوای همینجوری شرکت رو بذاری و بری؟ آره حتما میرم، من حرفم یکیه. اون وقت کنان تو شرکت میمونه جمیله؟ اونا هم با آقا کنانشون کار میکنن. شب بخیر. مته؟ ماما من دارم میرم. کجا؟ نمیدونم، اما نهالو بر میدارم میرم. من قرار بود با بابات بیام یه راهی پیدا کنیم، الان کجا میری؟ نه نمیشه، نمیتونم شما رو تو این کار دخالت بدم، بی انصافیه، نهالم نمیتونم ول کنم، من مسئول اون دخترم. پسرم آخه کجا میخواین برین؟ دیوونه شدی؟ فعلا یه مدت میریم یه جایی که اونا نتونن ما رو پیدا کنن. هر جا باشم بهت زنگ میزنم خبر میدم، نگران نباش. پسرم اون آدما الان زخم خوردن، دیشب تعقیبمون میکردن، فکر کردن شمایی. اونا خیلی خطرناکن مته، این چیزی نیست که بخوای باهاش شوخی کنی. خب منم برای همین باید برم دیگه. مته مامان، خواهش میکنم چیزی نگو، اینجوری خیلی بهتره. مته بگو ببینم این دختر رو دوست داری؟